درود به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. رأی‌گیری میان نامزدهای مد نظر جمهوری اسلامی برای جانشینی ابراهیم رئیسی در ایران امروز جمعه 8 تیر ماه آغاز شد. عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری سیسیل کولر، شهروند فرانسوی زندانی در ایران شد. آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران به دلیل تشدید تنش‌های هسته‌ای وضع کرده است. بنیامین نتانیاهو می‌گوید محور ایران در 7 جبهه در حال جنگ با اسرائیل است. اولین مناظره دو نامزد حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا برگزار شد. بعد در فهرست شهرهای برتر جهان برای زندگی بهتر که هفته نامه اکونومیست منتشر کرده، تهران به قعر جدول تعلق دارد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز جمعه 28 ماه جون 2024 میلادی برابر است با 8 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. رأی‌گیری میان نامزدهای مد نظر جمهوری اسلامی برای جانشینی ابراهیم رئیسی در ایران امروز جمعه 8 تیر ماه آغاز شد. اولین نقطه شروع انتخابات نیوزیلند بوده که رأی‌گیری در آن از ساعت 8 صبح به وقت محلی 11:30 دقیقه شب به وقت تهران آغاز شد. شورای نگهبان صلاحیت 6 نامزد را تایید کرد، اما با انصراف زاکانی و قاضی زاده اکنون پزشکیان پور محمدی جلیلی و قالیباف در رقابت هستند. وزیر کشور ایران میگوید که بیش از 61 میلیون تن داخل ایران حق رأی دارند. برخی از فیلم‌های منتشر شده از چندین شهر در استان‌های مختلف ایران در شبکه‌های اجتماعی حاکی از خلوت بودن شعبه‌های رأی‌گیری است. بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی آنچه جمهوری اسلامی انتخابات می‌نامد را با عباراتی مانند سیرک یا نمایش توصیف کردند و خواستار تحریم آن هستند. آمریکا نیز میگوید که انتخابات به سبک رژیم جمهوری اسلامی نه عادلانه است و نه آزاد. شمار زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی با اشاره به موارد مختلف نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی از جمله اعدام شماری از معترضان بازداشت شده گفتند که در خانه میمانیم و به گلوله رأی نمی‌دهیم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از اولین نفراتی بود که رأی خود را به صندوق انداخت و در حسابش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مردم برای حضور در انتخابات تردید نکنند. برای اثبات صحت و صداقت نظام جمهوری اسلامی حضور مردم لازم و واجب است. سران قوای سگانه ایران غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و از نامزدهای انتخابات در همان ساعت اولیه رأی دادند. رأی‌گیری در برخی شعبه‌های خارج از ایران و در کشورهایی که در شرق ایران هستند زودتر آغاز شد و در برخی از آنها به پایان رسیده است. نرگس موسوی دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رهبران در حصر جنبش سبز در استوری اینستاگرامش نوشت ماموران امروز برای آوردن صندوق رأی به حصر اختر سوال کردند. والدین گفتند که در انتخابات شرکت نمی کنند و رأی نمی دهند. مهدی محمودیان عضو سابق جبهه مشارکت و افشا کننده تجاوز به زندانیان سیاسی در کهریزک هم که پیشتر در مصاحبه ها و اتاق های گفتگوی مجازی گفته بود رأی نمی دهد، در روز انتخابات متنی در شبکه ایکس منتشر کرد. این زندانی سیاسی سابق در پایان متنش تصریح کرد نمیگویم چون حاضر نیستم با تزریق مسکن باعث گسترش بیشتر این بیماری خانمانسوز شوم. وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی در روز جمعه از 7 مورد خرابکاری در فیبرهای نوری همزمان با برگزاری انتخابات خبر داد.
در انتخابات روز جمعه مهر زدن بر شناسنامه رای دهندگان حذف شده و به جای آن اسامی به صورت دیجیتالی ثبت می شوند. عیسی دارپور گفته است که 99.9% شعبه ها به سیستم فیبر نوری وصل هستند و به گفته او در بررسی زمینی و هوایی مسیرهای فیبر نوری 7 مورد خرابکاری عمدی کشف شده که در برخی از آنها زمین تا 2 متر حفر شده بود. همزمان با آغاز زمان برگزاری رأی‌گیری میان نامزدهای مد نظر جمهوری اسلامی برای جانشینی ابراهیم رئیسی، شماری از فعالان حقوق بشری و سیاسی و نیز مخالفان جمهوری اسلامی مقیم آلمان اعلام کردند که روز جمعه 8 تیر ماه با تجمع در مقابل سفارت و کنسولگری جمهوری اسلامی این انتخابات را محکوم خواهند کرد. آنها در بیانیه‌هایی ضمن اعلام براءت از جمهوری اسلامی از هموطنان خود خواستند که در روز انتخابات در خانه بمانند و در مراسم فرمایشی انتخاب جانشینی ابراهیم رئیسی شرکت نکنند و انگشتان خود را به خون جوانان کشته شده ی راه آزادی آغشته نکنند. مقامات زندان دیزل‌آباد کرمانشاه از یک هفته پیش دسترسی رضا رسایی به تماس تلفنی و ملاقات حضوری او را با خانواده‌اش قطع کردند. مرکز مشاوره حقوقی دادبان با اعلام این خبر اعلام کرد که فشار بر خانواده این معترض زندانی محکوم به اعدام و تهدید به بازداشت آنها نیز افزایش یافته است. دادبان با بیان اینکه مقامات زندان هیچ توضیحی درباره دلیل اعمال این محرومیت‌ها و فشار به رضا رسایی نداده اند، به نقل از یک منبع مطلع در حساب ایکس خود نوشت: برقراری تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز و تهدید به بازداشت اعضای خانواده از جمله فشارهایی است که در یک هفته اخیر بر خانواده رضا رسایی اعمال می‌شود. رسایی به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام محکوم شد. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط سیسیل کولر، معلم و فعال صنفی فرانسوی، از زندان‌های جمهوری اسلامی شد. سیسیل کولر و شریک زندگیش ژاک پاریس که با ویزای گردشگری به ایران سفر کرده بودند، در روز 11 اردیبهشت ماه سال 1401 در ایران بازداشت شدند. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه 5 تیر ماه منتشر شده، با اشاره به اینکه 2 سال از زمان بازداشت این معلم ادبیات مدرن در ایران می‌گذرد، سیاست گروگانگیری و باجگیری دائمی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. این نهاد بین‌المللی حقوق بشری در ادامه با اشاره به اعترافات اجباری و عمومی از این معلم و همچنین نگهداری او در شرایط غیر انسانی و غیر شرافتمدارانه، خواستار آزادی بدون قید و شرط او شد. در این بیانیه همچنین با اشاره به پخش اعترافات اجباری خانم کولر از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی تاکید شده که پخش این اعترافات حق سیسیل کولر در مورد فرض بیگناه بودن و همچنین حق او برای شهادت ندادن علیه خود را نقض کرده است. سیسیل کولر با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی روبرو شده و بدون آنکه محاکمه شود همچنان در زندان اوین در بازداشت است. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده روز پنجشنبه 7 تیر ماه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران در واکنش به تداوم تشدید تنش‌های هسته‌ای وضع کرد. آنتونی بلینکن در بیانیه‌ای گفت ایران در یک ماه گذشته گام‌هایی را برای گسترش بیشتر برنامه هسته‌ای خود به روش‌هایی که هدف صلح‌آمیز معتبری ندارد برداشته است و اظهار داشت: ما متحد هستیم که ایران هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را پیدا نکند و آماده ایم تا از تمام عناصر قدرت ملی خود برای اطمینان از این موضوع استفاده کنیم. بر اساس تصمیم ایالات متحده، 3 شرکت مستقر در امارات متحده عربی و همچنین 11 کشتی مرتبط که متهم به دست داشتن در حمل و نقل فرآورده‌های نفتی یا پتروشیمی ایران هستند تحریم شدند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، در نتیجه اقدام امروز تمام دارایی‌ها و منافع شرکت‌ها و کشتی‌های تحریم شده در ایالات متحده مسدود و ضبط خواهد شد. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. همزمان با بالا گرفتن تنش بین اسرائیل و حزب الله لبنان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که به دنبال تسلط بر خاورمیانه است و گفت باید برای مقابله با این تلاش‌های ایران ابتدا گروه افراطی حماس را نابود کرد. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با هیئتی متشکل از افسران بازنشسته آمریکایی و اعضای مؤسسه یهود برای امنیت ملی آمریکا اظهار داشت که ایران در 7 جبهه حماس، حزب الله لبنان، حوثی‌ها، شبه نظامیان در عراق و سوریه، کرانه باختری و خود ایران در حال جنگ با ماست. بنیامین نتانیاهو در ادامه سخنان خود این گروه های نیابتی جمهوری اسلامی را محور ایران خواند و تصریح کرد که این محور در حال پیشروی برای فتح خاورمیانه از جمله عربستان سعودی است. نخست وزیر اسرائیل تصریح کرد که محور ایران در صدد است با انجام یک عملیات ترکیبی از جبهه های مختلف همراه با بمباران موشکی پادشاهی اردن را سرنگون کند. شامگاه 27 ماه جون، جو بایدن نامزد 82 ساله دموکرات ها و دونالد ترامپ نامزد 79 ساله جمهوری خواهان بار دیگر در کوران رقابت ریاست جمهوری روبروی هم قرار گرفتند. در جریان مناظره پنجشنبه شب در مجموع نام ایران 6 بار به صورت مستقیم به میان آمد، ضمن اینکه چند بار دیگر هم به مسائلی مرتبط با ایران در حوزه سیاست خارجی آمریکا اشاره شد. اولین بار دونالد ترامپ در انتقاد از سیاست‌های دولت بایدن مدعی شد که اگر خودش رئیس جمهور بود هرگز ولادیمیر پوتین به اوکراین حمله نمی‌کرد، چنانکه حماس فرصت نمی‌یافت به جنوب اسرائیل حمله کند. در مناظره پنجشنبه شب یک بار هم نام سلیمانی در کنار نام ابوبکر بغدادی رهبر کشته شده داعش به میان آمد، جایی که ترامپ کشتن فرمانده پیشین نیروی قدس را یکی از دستاوردهای بزرگ دولت خود در حوزه مبارزه با تروریست دانست. از دیگر مسائل مورد توجه در این مناظره حواس پرتی های بایدن بود. رئیس جمهور آمریکا که از ابتدای مناظره صدای کم رمقی داشت، در طول صحبت های ترامپ بارها با چهره مات و مبهوت مقابل رقیب خوب و یا با نگاهی خیره به دوربین های تلویزیونی ظاهر شد. رئیس جمهور 82 ساله آمریکا چند بار هم در اظهارات خود اشتباهات کلامی داشت. رئیس جمهور پیشین آمریکا در پاسخ به اظهارات نامفهوم بایدن گفت
من اصلا متوجه نشدم او در بخش پایانی صحبتهایش چه گفت و فکر نمی کنم خودش هم متوجه شده باشد. از دیگر نکات قابل توجه این مناظره اظهار نظرهای بی اساسی بود که رئیس جمهور پیشین آمریکا بارها به زبان آورد. برای نمونه او درباره برقراری رابطه با بازیگر فیلم‌های پون مدعی شد که چنین چیزی صحت ندارد و او با چنین فردی رابطه نداشته. اما اظهارات گمراه کننده رئیس جمهور پیشین آمریکا در مناظره شامگاه پنجشنبه محدود به همین مورد نشد. ترامپ در ارائه آمار مربوط به جمعیت مهاجران و نرخ جرم و جنایاتی که آنها مرتکب می شوند، ارقام مربوط به مالیات و رشد اقتصادی و مسئله بحث برانگیز سقط جنین هم سخنانی بی پایه را به زبان آورد. شبکه CNN بلافاصله بعد از پایان این مناظره از بینندگان و مخاطبان خود خواست پیروز این رویارویی 90 دقیقه دو نامزد را تعیین کنند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ترامپ با اختلافی چشمگیر توانسته رقیب خود را شکست بدهد. عملکرد بایدن در مناظره به حدی تردیدآمیز بوده که حتی بسیاری در میان دموکرات‌ها خواستار کنارگیری رئیس جمهور از کمپین انتخاباتی و تعیین یک نامزد دیگر به جای او شدند. کاملا هاریس معاون اول جو بایدن در پاسخ به پرسشی در خصوص عملکرد ضعیف بایدن در مناظره به طور تلویحی اقرار کرد که رئیس جمهور آمریکا در این مناظره در برابر ترامپ شروع کندی داشت. معاون اول رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی با اندرسون کوپر مجری معروف شبکه CNN گفت اگرچه او شروع آرامی داشت و این مسئله برای همه آشکار است، اما از مفاد ارائه شده در صحبت‌های بایدن دفاع کرد و گفت در نهایت در این انتخابات محتوای کلام است که اهمیت دارد. کاملا هاریس در این گفتگو با اشاره به اهمیت انتخابات ماه نوامبر، آن را مهمترین انتخابات و انتخابی بین دیکتاتوری و دموکراسی قلمداد کرد. در خبری کوتاه، ارتش اسرائیل عملیات در شجاعیه را تایید کرد و گفت ده ها تروریست پنهان شده در مدارس و منطقه بشردوستانه را هدف قرار داده است. اوضاع در مرز لبنان ناآرام است. آمریکایی‌ها برای خروج اتباعشان از منطقه تلاش می‌کنند و همزمان جوانان تند و ارتدوکس قصد انجام خدمت نظامی را ندارند. مقامات آمریکایی با ابراز نگرانی فزاینده خود از حمله زمینی احتمالی اسرائیل به لبنان طی هفته‌های آینده خاطر نشان کردند که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون برخی از نیروها و تجهیزات نظامی خود را به منطقه منتقل کرده تا برای تخلیه آمریکایی‌ها آماده شوند. کانال NBC به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد که مقامات اسرائیلی به رغم فشارهای دولت بایدن مصمم به حمله به حزب الله لبنان هستند. این کانال افزود اسرائیل مایل است یک منطقه حائل به طول 16 کیلومتر در مرز لبنان ایجاد کند. طبق گفته NBC اسرائیل خواستار دور کردن حزب الله از مرزها با ابزار دیپلماتیک است، اما اگر این کار امکان پذیر نشد ارتش اسرائیل آماده استفاده است. این کانال تاکید کرد که واشنگتن به همراه همپیمانان خود در حال هماهنگی برای اجرای عملیات تخلیه از لبنان و هر گونه عملیات نظامی است. در خبر کوتاه دیگر، گروهی از مقامات ارشد پیشین اسرائیل در نامه به کنگره آمریکا خواستند دعوت از نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی ماه آینده را پس بگیرد. این مقامات پیشین شامل نخست وزیران و یک رئیس موساد سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا را در صورت انجام یک اشتباه وحشتناک نامیدند. قرار است که سخنرانی نتانیاهو روز 5 مرداد انجام شود. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها.
دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilawgroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. در کلینیک استوکهلم مدیسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی‌نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفاف سازی و جوان سازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضل سازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه ای از شورشیان حوثی یمن خواست تا تمامی حملات خود به کشتی‌ها را متوقف کنند. همچنین در این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواستار آن شده که به اختلال در امنیت دریایی در یک آبراه حیاتی خاورمیانه رسیدگی شود. اگرچه کشورهای روسیه، چین و الجزایر رأی ممتنع دادند، اما در نهایت این قطعنامه با 12 رأی به تصویب رسید. واحد اطلاعات هفته نامه بریتانیایی اکونومیست روز پنجشنبه 27 جون فهرست شهرهای جهان را برای زندگی بهتر منتشر کرد. این تحقیق که به صورت سالانه صورت می‌گیرد، بر سه عامل ثبات، بهداشت و درمان، فرهنگ و محیط زیست و زیرساخت‌ها و آموزش متمرکز است. بین جایگاه نخست را در جهان کسب کرد. تهران به قعر جدول تعلق دارد و شهرهای آلمان در میان 10 شهر دنیا هستند که بیشترین سقوط را ثبت کردند. بینندگان عجمن، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق پرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.